درودی دیگر به همه شما همراهان عزیز و دوست داشتنی کانال برانداز. قبل از شروع خبرهای مهم اینو بگم که علم الهدا امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی در تازه ترین اظهاراتش اعلام کرده که امام زمان سربازی میخواد که به فکر جان و مالش نباشه. نمیدونم چرا بعد از خوندن این جمله بلا فاصله این به ذهنم رسید که دلیل سربازی نرفتن آخوندها رو بالاخره کشف کردم. بریم سراغ خبرها. روح الله عجمیان همون بسیجی بود که توی کرج توسط آزادیخواهان خونسا شد. بسیجی که از همون اول هم مرگش مشکوک بود. به نظر می رسید سپاه این بسیجی رو فرستاد میونه جمعیت خشمگین و ازش پشتیبانی نکرد تا به اهداف خودش برسه. بعد از مرگ عجمیان چندین نفر به اتهام مشارکت در قتلش بازداشت شدن و 7 نفرشون به اعدام محکوم شدن. 7 نفری که در بینشون دکتر قره حسن‌لو هم حضور داشت. بخش بزرگی از پروژه ایجاد روب و وحشت در جامعه و در بین معترضین با خون همین عجمیان انجام شد. اما امروز خانواده روح الله عجمیان عکسی عجیب رو از فرزند مردشون منتشر کردن تا به نوعی از سپاه انتقام گرفته باشن. عکسی که این بسیجی رو در حالی که به نظر میرسه حتی 20 سال هم سن نداره، در حالی که اسلحه جنگی به دست داره و داره توی کوچه های ایران برای اعزام به سوریه آموزش عملیات تروریستی در شهر رویمینه به تصویر کشیده. عکسی که سر و صدای زیادی پا کرده و باعث رسوایی جدیدی برای سپاه شده. باید ببینیم انتشار این عکس آغاز درافتادن خانواده عجمیان با سپاه خواهد بود یا نیروهای سپاه حق و سکوت این خانواده رو پرداخت میکنن و دهنشون رو میبندن. بگذاریم. اما توی این شب چهارشنبه سوری میخوام یک کلیپ پخش کنم تا حتی بی‌مغزترین ارزشی ها هم عمق فاجعه رو در جمهوری اسلامی بتونن درک کنن. کل پول نفت به اضافه کل مالیات کوچکتر از دستمزد کارکنان دولت و بازنشسته است. اصلا پولی نیست که شما این بوروکراسی براش درست شده. دولت ما از هویت خالی شده. 5 میلیون نفر آدم دور هم جمع شده بودن که 150 میلیارد دلار نفت بفروشیم، کشور رو آباد کنم، جاده بسازم، نیروگاه بسازم. خب مأموریت تموم شده. ما حالا این پول رو داریم میدیم به خود اینا، میخورن، پولی نیست که باش بسازن. ما دچار خلای مأموریت هستیم در دولت. دولت مأموریتی نداره. نمیدونی دونی چیه؟ حقوق پرسنل شده. مأموریت توسعه‌ای نداره. سربار ملته. ارباب بزرگ فرمود ارباب رعیت، ارباب یه زمانی همه زمین ها مال اون بوده، همه کارگرش بودن. حالا زمین هم نداره، هیچی هم نداره، اما هنوز فکر میکنه ارباب. امیدوارم با دیدن این کلیپ فوق‌العاده تاثیرگذار دیگه همه فهمیده باشن که راهی به جز عبور از جمهوری اسلامی نداریم. مطمئن باشید که حتی اگر ما هم مبارزه نکنیم، جمهوری اسلامی خودش با دستای خودش رو نابود میکنه. آخر خودشون میفتن به جون هم دیگه. ولی افسوس که اون زمان شاید چیزی به جز یه ویرانه از کشور عزمون باقی نمونده باشه. پس باید با مبارزمون به این نظامی که داره جون میکنه کمک کنیم و تیر خلاص رو بزنیم تا راحت بشه. با سلام میتونم میگیرم برای خبرنگار خوب من. تو امروز شنبه است، شب چهارشنبه سوری. پارسال این موقع 6 نفر تو دفتر ما کار میکردن و برای خانواده هاشون درآمد داشتن، زندگیشون رو میکردن. امسال به دلیل افزایش 100% قیمت دلار، تورم افزار گسیخته ای که باعث شده صابخونه ها و صاب ملکا پول پیش و اجراهای 2 تا 3 برابری رو طلب کنن، وجود مدیران نالایق، افزایش بیمه، مالیات، بیمه حق پیمان که به صورت ناجوانمردانه از شرکت ها گرفته میشه و 15% درآمدشون رو کلا میبره تو جیب دولت، باعث شده که ما دفتر رو تعطیل کنیم، کسب و کاری نداشته باشیم. الان 3 ماهه که هیچ کس اینجا کار نمیکنه، نیروی نداریم و در حال اساس کشی هستیم. جمهوری اسلامی میخواد ما رو نابود کنه و ما باید متحد شیم و ازش بگذریم. ما هیچ راهی جز گذار و گذشت از جمهوری اسلامی نداریم. امیدوارم مردم ما متحد شن و به هیچ عنوان از این نظام پیروی نکنن. اما از چند ساعت قبل ویدیوهای خیلی زیادی از آتشبازی و راهپیمایی‌های مردم ایران و شعارهایی که علیه بیت رهبری و سپاه داده میشه منتشر شده. از بین همه اون ویدیوها که وحشت و فرار و ترس نیروهای یگانه ویژه و اتحاد مردم رو نشون میده، این کلیپ زیبا رو از آسمان تهران در شب چهارشنبه سوری برای پخش انتخاب کردن. کلیپی که احتمالاً بیشتر باعث دلتنگی ایرانی هایی میشه که مجبور به مهاجرت از ایران شدن و شاید آرزوی این لحظه رو دارن.
اما از تهران که بگذریم، یکی از شهرهایی که خامنه ای بدجوری از مردمش میترسه مهاباده، شهری که قبلا هم درسهای خوبی به مزدوران دیکتاتور داده. از امروز اطلاعات سپاه به نظامی های مهاباد هشدار دادن که اگه حواسشون جمع نباشه امشب صدا و سیمای مهاباد سقوط میکنه. اینم وضعیتیه که از ترس مردم به وجود آورده. اما بعد از انتشار ویدیوی اعتراف اجباری دختران اکباتان، ویدیوهای رقص دختران ایرانی در حمایت از دختران اکباتان همه شبکه‌های اجتماعی رو پر کرده. رقصایی که نشون میده انقلاب زن زندگی آزادی کاملا زنده است و دختران ایرانی به جز آزادی به چیزی راضی نخواهند شد. از اینکه به خاطر قوانین کپی رایت نمیتونم آهنگ رو پخش کنم من رو ببخشید.